کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. کتاب حرمت نفس به ما نشون میده که تا چه اندازه همه آحاد بشر نیازمند به تقویت اون در وجودشون هستن. حرمت نفس یعنی من خوب هستم و دوست داشتنی، تو هم در کنار همه افراد خوب هستی و دوست داشتنی. در مبحث حرمت نفس یاد میگیریم که چجوری به دیگران عشق بورزیم و ظرفیت عشق پذیری رو در خودمون ایجاد کنیم. من با خوندن این کتاب فهمیدم آدم ها با وجود تفاوت هایی که با همدیگه دارن، مثل دین، فرهنگ، رنگ پوست، باز هم با همدیگه اشتراکاتشون زیاد هست و یکسانن. حرمت نفس، نوشته ساسان رضایی، گوینده هانیه بابایی. مقدمه. مخاطبین ارجمند، خوانندگان گرامی، خواهشمندم درود گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. مایه بسی خرسندی و ابتهاج است که سرنوشت فرصتی فراروی من قرار داد تا هنگامی که در نهایت یأس و استیصال بودم، به ناگاه و به طور اتفاقی با مبحث حرمت نفس آشنا شدم و توانستم چندگاهی را با آن سر کنم. تشنگی وصف ناپذیر من برای درک بیشتر زوایای زندگی خیش، چه آن زمانهایی که در اوج کامرانی بوده یا در حضیض گرفتاری ها اسیر، مرا بران داشت که بکوشم تا ریشه و علت ناکامی ها و شکست های گذشته خود را بهتر درک کرده و دریابم. بیشک می توان علتهای شکست و ناکامی افراد را در طول دوره‌های مختلف زندگی از نظرگاه‌های متفاوتی نقد و بررسی کرد. با توجه به جهانبینی مردمانی که هر گروهی از آنها دیدگاه خاص خود را در خصوص انسان و زندگی و سرنوشتش دارند، می توان آینده هر گروهی را پیشاپیش تصور و پیشبینی کرد. چند دسته از افرادی که عنان زندگی خود را به دست تندباد حوادث سپرده و تن به یک سرنوشت مقطوع دادند، چند گروهی که مصرانه بر این باور پای می فشارند که ایشان نیز بر بخش مهمی از زندگانی خود تأثیرگذار هستند و می توانند سرنوشت ساز زندگی خیش باشند. نوشته پیش رو یار و یاور کسانی خواهد بود که در جستجوی ریشه عواملی هستند که آنها را در طول مسیر زندگی به شکست و یأس سوق داده و اینک می خواهند از قدرت آزادی انتخاب راه درست یا غلط که خداوند در اختیار آدمی قرار داده است بهره ببرند و هر آنچه را که طبیعت امکان تغییر و تحول آن را می دهد با گزینش های صحیح خود به گونه ای با شرایط پیرامونی زندگیشان سازگار سازند تا بدین سان راه نیل به موفقیت و سعادت را برای خیشتن هموار گردانند. طی دو سال قبل که در آستانه 50 سالگی قرار می گرفتم، وقتی که گذشته پرنشیب و فراز خود را در ذهن مرور و جستجو می کردم، به یاد آوردم که در چه بزنگاه‌هایی به ناگاه من خود به دشمن اصلی خیش تبدیل شده و همه آنچه را که به زحمت فراهم کرده بودم بی هیچ پروایی برباد می دادم. حتی توانستم به خاطر آورم چه اوقات بسیاری که با علم و آگاهی تسلیم احساسات و باورهای غلط خیش می شدم و همواره چه بهای هنگفتی را نیز برایم برمغان می آورده است. زمانی که در میان مباحث فلسفی، عرفانی، روانکاوانه یا جامعه شناختی به دنبال پاسخی روشن برای فهمیدن دلیل بروز چنین تلخ کامی ها و جهالت هایی در انسان می گشتم،
خوشبختانه نخست با آثار دکتر نتالیان برندل برخوردم و آشنا شدم که بی تردید می توان او را از پایه‌گذاران مبحث حرمت نفس به شمار آورد، تا آنجایی که بد نیست بدانید که کتاب شش ستون حرمت نفس او در دهه 60 میلادی چند سال پیاپی جزو پرفروشترین کتاب‌های سال آمریکا قرار داشت. جای بسی خوشحالی دارد که دکتر برندل در طول حیات پربرکت خود آثار متعددی در این زمینه به طبع رسانده که در کتاب پیش رو استفاده های فراوانی از آن شده است، به ویژه کتاب شش ستون حرمت نفس. تأسف دارد که طی 50 سال گذشته هیچ کتابی در این زمینه ترجمه و تدوین نشده است، به گونه ای که امروزه جای خالی تأثیر آن را در بسیاری از افراد جامعه می توان سراغ گرفت. این درست است که می توان با نگاهی مسئولیت پذیرانه آگاهی های خود را تعالی داده و با بکارگیری حق آزادی انتخاب ارجع بکوشیم تا آنچه را که باید در دوران خردسالی آموخته و به کار می‌بستیم اینک در سنین بزرگسالی و با دشواری‌های بیشتر بیاموزیم و به کار بندیم. البته این خود بهترین نشانه برای اولیای امر و فرهنگ سازان است تا بستر مناسبی در جامعه برای نهادینه کردن حرمت نفس بالای یکایک افراد فراهم سازند، تا در این رهگذر کودکان دلبند ما نیز بتوانند از همان دوران طفولیت خیش با مبحث حرمت نفس آشنا شده و در طول عمر از آن بهره مند شوند. از هنگامی که به درستی متوجه شدم که بخش اعظمی از ناکامی ها و گرفتاری های ما ناشی از حرمت نفس پایین است، در گام اول بران شدم تا تمرین هایی را که دکتر برندل توصیه کرد با دقت و حوصله دنبال و عملی کنم. بعد از اینکه اولین نمونه های تأثیرگذاری حرمت نفس بالا را در خود مشاهده کردم، تشویق شدم تا در این زمینه به مطالعه و جستجوی بیشتری اهتمام ورزم. کتاب پیش روی شما دوست عزیز نتیجه پیگیری ها، تمرین ها و یادداشت های من در این زمینه است که در طول مسیر یادگیری و ممارست جمع‌آوری کردم. حیف و دریغم آمد آنچه را که در این مسیر برای خود سودمند یافته بودم با شما عزیزان سهیم نشوم. بران امید که شما نیز بتوانید چنانچه خواهان تقویت حرمت نفس خیش باشید از نکات و تمرین هایی که جمع‌آوری و تدوین شده است استفاده کرده و بهره فراوان برید. فصل اول، تعریف کلی حرمت نفس. آشنایی مختصر با مبحث حرمت نفس. برای آنکه بهتر بتوانیم تشخیص دهیم که حرمت نفس ما در چه وضعیتی قرار دارد، باید ارزیابی خوبی از شخصیت، موقعیت و امکانات خیش داشته باشیم. یعنی بتوانیم شناخت درستی درباره شخصیت خودمان به دست آوریم. به عبارت دیگر، حرمت نفس ترازو و میزانی است که قدر و قیمت نوع انسانها را تعیین می‌سازد. بدیهی است که می‌باید از ذهنی سالم و پویا برخوردار باشیم تا با ارزیابی صحیح بتوانیم حرمت نفس خود را محک زده و بسنجیم که در چه حال و وضعیتی قرار دارد. در قدم نخست، اهمیت دادن به چنین مطلبی ممکن است برای من خیلی جذاب و جالب به نظر نرسد و به جای وقت گذاشتن برای چنین کاری ترجیح بدهیم به امور دیگری بپردازیم، مانند تماشای برنامه‌های تلویزیونی، وبگردی‌های بی‌دلیل و بیهوده، سرگرم شدن با بازی‌های رایانه‌ای یا درگیر شدن در سایت‌ها و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیسبوک و غیره. البته ما آزادیم که از وضعیت حرمت نفس خیش با خبر و آگاه باشیم یا نباشیم، ولی بی‌تفاوتی و غفلت ما
نسبت به این امر میتواند پیامدها و عواقب، شکستها و ناکامیهای سنگینی را برایمان رقم بزند. در اینجا این پرسش مطرح میشود که اساساً حرمت نفس چیست و چگونه میتواند نقشی حیاتی و سرنوشت ساز در زندگی یکایک انسانها بازی کند. ابتدا برای آشنایی مقدماتی بهتر است که تعریف خلاصه و توضیح مختصری از حرمت نفس ارائه دهیم. مفهوم حرمت نفس چیست؟ من باور دارم که من انسانی خوب و دوست داشتنی هستم. همچنین من باور دارم که تو نیز بسیار خوب و دوست داشتنی هستی. من به نیکی باور دارم که دیگران نیز خوب و دوست داشتنی هستند. پس می توان گفت حرمت نفس بالا یعنی باور به این اصل که من، تو، او و همه انسانها خوب و دوست داشتنی هستیم. با چنین باورهایی در نگاه من این جهان گلستانی می نماید که اندکی خار نیز در آن یافت می شود. برخلاف این ذهنیت، افرادی که حرمت نفس پایینی دارند این دنیا را خارستانی می‌بینند که احتمالاً اندکی گل هم در آن می‌توان جست. حرمت نفس بالا یعنی هنر و توانایی ما برای درست اندیشیدن و تفکر نمودن و داشتن اطمینان و اعتماد نسبت به خیشتن. باور داشتن به این که ما قادر و توانا هستیم تا از پس مسائل زندگی برآمده و با مشکلات متعدد آن مواجه شویم و نسبت به کاستی ها و سختی های آن خود را تطبیق داده و سازگار سازیم. باور داشته باشیم که حق ماست که همواره در مسیر موفقیت گام برداریم و با نشاط و سرور زندگی من را ادامه دهیم و ایمان داشته باشیم که از درخت زحمات و تلاش‌هایمان ثمره شیرین و دلنشینی برخواهیم چید. گفتنی است که وقتی فردی از حرمت نفس شایسته و بالایی برخوردار باشد، لزومی ندارد که بخواهد با خودنمایی، تظاهر و تفاخر نسبت به دیگران خیشتن را از بقیه بالاتر و بهتر نشان دهد، بلکه او همواره از وجود خود و از آنچه که در زندگی دارد لذت می‌برد و خوشحال است، بدون آنکه بخواهد خود را اسیر چرخه ویرانگر مقایسات اجتماعی کند، مانند آنچه که در جامعه دائما مشاهده می‌شود. بسیاری از افراد چگونگی وضعیت مالی و موقعیت شغلی خود را با سایرین مقایسه نموده یا به رخ یکدیگر می‌کشند. آیا حرمت نفس بالا برای ما نیازی ضروری است؟ نخست ببینیم نیازهای ضروری ما کدامند. مثلا نیازهایی مانند آب و غذا یکی از حاجتهای ضروری در زندگی روزمره انسان به شمار می آیند، چرا که بدون آنها ما قادر به ادامه زندگی نیستیم. در همین حال مواد دیگری هم هستند که مقدار کم و زیاد آنها در بدنمان می تواند اختلال بسیاری را به وجود آورند، مانند کلسیم که نبود آن در بدن موجب مرگ نمی شود، ولی مقدار ناکافی آن زمینه بیماری را فراهم می آورد. کمابیش می توان گفت حرمت نفس مانند کلسیم است که کمی آن موجب مرگ نمی شود، اما مقدار کم آن ما را از داشتن یک زندگی سالم و بانشاط محروم ساخته و در ضمن سبب ناکامی در رسیدن به اهدافمان می شود، در حالی که حرمت نفس بالا قادر است ما را در مسیر موفقیت و چشیدن طعم خوشبختی یاری دهد و حرمت نفس پایین قادر است زندگی من را به مخاطره انداخته و در مسیر نابودی قرار دهد.
نمونه هایی مانند خودکشی، مشارکت در گروه های تبهکار و قاچاقچی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که در نتیجه حرمت نفس ضعیف افراد به آنها مبتلا می شوند. گاهی امکان دارد که پایین بودن حرمت نفس اثرش را مستقیماً در زندگی ما نشان ندهد. نمونه هایی همچون تن دادن به ازدواج نامناسب و ماندن در چنین زندگی تلخ و عذاب‌آوری، ناتوانی در وفای به عهد و پیمان و قول و قرار، نادیده انگاشتن موفقیت های به دست آمده، خیال بافی و آرزوهایی که هرگز نمی توانند جامعه عمل به خود بپوشانند، ناتوانی و ضعف در برابر بیماری های مختلف ذهنی و جسمی، وابستگی بیجا و نابخردانه به افراد دور یا نزدیک، اندوه و غم ناداشته ها به جای شادی از داشته ها و خوشحالی از آنچه که وجود دارد. باید به یاد داشت که حتی با حرمت نفس بالا نیز ممکن است افرادی در زندگی با شکست و ناکامی مواجه شوند، ولی آنها به خوبی توانایی دوباره برخاستن از زمین و جبران و اصلاح اشتباهاتشان را دارند، همانند سیستم ایمنی بدن که وقتی سلامت باشد میتواند بیماری ها را دفع کرده و حافظ سلامتی ما باشد. حرمت نفس بالا نیز ضامن موفقیت و برطرف کردن مشکلات و معضلات زندگی ما خواهد بود. همانطور که اگر بدن ما از سیستم ایمنی سالم برخوردار باشد، در این حال تضمینی برای بیمار نشدن وجود ندارد، به همین گونه نیز با داشتن حرمت نفس بالا نمیتوان مطمئن بود که هرگز دچار افسردگی و مشکلات دیگر نخواهیم شد. ولی میتوان اطمینان داشت که با حرمت نفس بالا بهتر می توانیم از پس مشکلات خود براییم. ممکن است هر کسی در طول زندگیش زمین بخورد، اما افراد دارای حرمت نفس بالا زودتر می توانند از جای خود برخیزند. بود و نبود حرمت نفس چه نقشی در زندگی انسان دارد؟ باید توجه داشت که حرمت نفس احساسی مانند دیدن، شنیدن، شادی و غم نیست، بلکه در واقع در زندگی انسان همانند موتور تولید کننده انگیزه عمل می کند. می تواند همچون نوری روشنایی بخش مسیر پیش روی او باشد و رفتار و کردار ویرانیز نظم و سامان بخشد. من اطمینان و اعتماد همه جانبهی به خیشتن دارم. من ایمان و اطمینان کامل دارم که شایسته و سزاوار برخورداری از زندگی شاد و موفقیت آمیز و نیکبختانه ای هستم. گفتنی است که ما تنها در صورتی که به توانایی های ذهنمان اعتماد کافی داشته باشیم، قادر خواهیم بود که خود و دیگران را از ثمرات و نتایج آن بهره‌مند سازیم و مشکل‌گشای مسائل خود و دیگران باشیم. در حالی که اگر نسبت به توانایی ذهن خود بی‌تفاوت بوده و بی‌اعتماد باشیم، در نتیجه به فردی تأثیرپذیر یا منفعل تبدیل خواهیم شد. بازتاب کارها و رفتارهایمان برای ما بیچارگی و سرخوردگی به بار آورده و در نهایت زندگی پر از سختی و دردی در پی خواهیم داشت. اگر حرمت نفس کافی و بالایی داشته باشیم، می توانیم خیلی آسان‌تر از پس مشکلات و مسائل برآمده و آنها را حل کنیم. در صورتی که اگر از حرمت نفس کم و ناقصی برخوردار باشیم، به ناچار به فردی تبدیل می شویم که وقتی با مسئله‌ای حتی خرد و کوچک برخورد کند، احساس ضعف و ناتوانی به او دست خواهد داد. با حرمت نفس زیاد و کافی، احتمال مقاومت و پایداری ما در نبرد و مقابله با دشواری‌های زندگی خیلی بیشتر از آن زمانی است که حرمت نفس پایینی داشته باشیم.
یعنی اساساً وقتی که حرمت نفس خوبی در ما وجود داشته باشد، شکست و مشکلات کمتر می توانند بر سر زندگی ما مانعی جدی به وجود آورند. باید به یاد داشت که با حرمت نفس کم و ناکافی، این خود ما هستیم که به طور ناخودآگاه علائم و نشانه هایی به اطرافیانمان مخابره می کنیم که آنها رفتار غیر محترمانه و بی‌ادبانه‌ای نسبت به ما روا می دارند، چرا که بدون آنکه خودمان متوجه باشیم با علائم و نشانه هایی که به سوی آنها می فرستیم این احساس را به آنها القا می کنیم که اصولاً ما هیچ احترامی برای خود قائل نبوده و نیستیم. در واقع اگر ما از اطرافیانمان بی احترامی و رفتار ناشایستی ببینیم، باید بدانیم که این خود ما هستیم که ناآگاهانه این بی احترامی ها را نسبت به خود از جانب آنها خواستار و خریدار بوده ایم. متاسفانه هر چقدر که این رفتارهای ناشایست و غیر محترمانه نسبت به ما بیشتر شود، حرمت نفس و اعتماد ما به خودمان کمتر و کمتر خواهد شد. حرمت نفس زیاد فقط باعث بهتر شدن احساسات ما نیست، بلکه داشتن آن میتواند تمامی زندگی ما را در جاده سعادت و بهبودی قرار دهد. تأثیرات مستقیم حرمت نفس در زندگی کدام است؟ این نکته شایسته بیان است که هر چقدر که حرمت نفس ما از عمق و ژرفنای بیشتری برخوردار باشد، در تمام امور زندگانی ما را تواناتر و موفق‌تر می‌سازد. برای روشن‌تر شدن این مطلب باید تلاش کنیم که برای پرسش‌های زیر پاسخ‌های مناسبی در ذهن خود پیدا کنیم. در محل کار چگونه نسبت به همکارانمان گذشت و تسامح بیشتری داشته باشیم؟ چگونه در جامعه با افراد دیگر همکاری و مشارکت بهتری به عمل آوریم؟ ما تا چه اندازه می توانیم جایگاه و منزلت اجتماعی خوب و مناسبی داشته باشیم و چگونه قادریم موقعیت زندگی خود را ارتقا دهیم؟ چقدر توانایی رسیدن به اهدافمان را داریم و آیا شانس توفیق در زندگی برایمان در دسترس هست؟ در زندگی فردی هر شخص موقعیت‌هایی وجود دارد که حرمت نفس بالا می‌تواند در کیفیت آن تأثیر بسزایی داشته باشد. نمونه‌هایی همچون برخورد منطقی و خردورزی بهتر در رویارویی با مسائل و مشکلات در تمامی امور، چه کاری و شغلی و چه عاطفی و احساسی. به عنوان مثال، جوان فارغ التحصیلی را در نظر بگیرید که به تازگی پس از کسب مدارج دانشگاهی وارد بازار کار می شود. اگر او حرمت نفس بالایی داشته باشد، به خوبی می تواند کارفرماهای خود را از صلاحیت خیش مطمئن سازد که حتما می تواند از پس سختی ها و دشواری های کارش برآید. این در حالی است که اگر او حرمت نفس پایینی داشته باشد، به سختی برایش ممکن است در هنگام مصاحبه و آزمون کاری کارفرما و صاحب کار خود را متقاعد سازد که او توانایی انجام درست کارهایش را دارد. چون این افرادی چون اساساً به خود و به پتانسیل‌ها و نیروهای بالقوه خود اعتقاد راسخ و محکمی ندارند، در نتیجه در هنگام آزمون و مصاحبه شخصیت ضعیفی از خود به نمایش گذاشته و این گونه فرصت‌های شغلی را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند. داشتن واقع بینی در زندگی و درک درست از شرایط موجود. شخصی را در نظر بگیرید که چند سالی از ازدواج و پیوند او و همسرش گذشته است.
طی این سالها آنها بارها بر سر اختلاف نظرهایی که بینشان وجود داشته، مشاجره و حتی منازعه و برخورد فیزیکی نیز با یکدیگر داشتند. تمامی شواهد و نشانه ها حاکی از آن است که آنها اختلاف نظرهای جدی و حل نشدنی دارند که هرگز به آنها اجازه نخواهد داد که از یک زندگی خوش و آرام و سعادتمندانه‌ای در کنار یکدیگر بهره مند شوند. چون این فردی اگر حرمت نفس خوبی می داشت، می توانست پس از مدتی نه چندان طولانی به این نتیجه برسد که ادامه زندگی با چنین خصوصیاتی که همسرش دارد پیوسته با درد و سختی و ناراحتی همراه خواهد بود. پس بهتر است به جای صرف بیهوده انرژی، وقت و پول، هرچه زودتر و سریعتر از چنین رابطه و ازدواجی خارج شود. البته چون این شخصی می کوشد که با کمترین زیان و ضرر برای خود و همسرش به آن رابطه پایان داده و آن راه غلط و اشتباهی را که آغاز کرده بی دلیل ادامه ندهد. اما اگر به جای این فرد شخصی با حرمت نفس پایین باشد، او در طول سالهایی که همواره با همسرش در ستیز و نزاع بوده و در حال آزردن یکدیگر بوده اند، به آن محیط و وضعیت زندگی عادت کرده و توانایی بیرون رفتن از آن موقعیت سخت و نکبتبار را در خود نمی بیند و سالها در همان رابطه می ماند. خلاقیت و آفرینندگی ارزنده و سودمند. افرادی که حرمت نفس خوبی دارند همواره علاقمند و مشتاقند که در کارهایی که جنبه تولیدی و خلاقیت دارند شرکت کنند و به کمک استعداد و توانایی‌های خود دست به اختراع چیزهای جدید و کشف اسرار طبیعت زده و به آفرینش آثار هنری همچون موسیقی، فیلم و تئاتر روی می آورند. برخورداری از استقلال رأی و نظر. کسی که حرمت نفس بالایی دارد، نخست برای برنامه ریزی و انجام کارهایش با افراد متخصص و آگاه مشورت می کند. اما همیشه خود او هست که تصمیم می گیرد کدام کار را انجام دهد یا انجام ندهد. بنابراین مسئولیت همه عواقب و پیامدهای کارش را متوجه خود می سازد. در حالی که وقتی شخصی حرمت نفس ضعیفی دارد، پیوسته برای وابستگی نداشتن در امور زندگی خود دچار مشکل در تصمیم گیری بوده و ترجیح می دهد دیگران به او بگویند چه کار بکند یا چه کار نکند، چرا که اگر اشتباه یا اشکالی نیز در کارش پیش بیاید، او می تواند گناه و مسئولیت مشکلات را برگردن دیگران اندازد. انعطاف پذیری و قدرت پذیرش تغییرات درونی. کسانی که حرمت نفس خود را تقویت کرده‌اند همواره می‌دانند که در خصوصیات فردی هر کسی نکته‌هایی هست که با استفاده از نیروی آزادی که در بشر وجود دارد خیلی از کارهایی که برای او یا دیگران زیان بخش است را متوقف ساخته و انجام ندهد. مثلا وقتی فردی در دوران نوجوانی یا جوانی به مصرف سیگار عادت می کند، اکنون وقتی آگاه می شود که سیگار چه ضرر و زیانهایی برای او و اطرافیانش دارد، اگر او فردی با حرمت نفس بالا باشد، به کمک نیروی آزادی عملی که در وجود هر فردی قرار دارد، عادت سیگار کشیدن را ترک می کند. در حالی که اگر حرمت نفس ضعیف و پایینی می داشت، با این که می دانست برایش مضر است، اما در خود این توان را نمی دید که قدرت ترک سیگار را دارد و در نتیجه به مصرف سیگار ادامه داده و سلامت روانی و جسمانی خود را در معرض خطر قرار می دهد. داشتن سخاوت، بخشش و خیرخواهی نسبت به دیگران و همیاری هرچه بیشتر با مردم. افرادی که حرمت نفس سالم و خوبی دارند، به نیکی می دانند که انسان موجودی است نیازمند.
آنها تلاش می کنند که در وهله نخست نیازهای خود را برطرف سازند و سپس می کوشند که در حد توان و امکاناتشان به دیگران نیز کمک و یاری برسانند تا آنها نیز احتیاجات و نیازهای خود را برآورده سازند. پیداست که حرمت نفس بالا ما را هرچه بیشتر در جهت رسیدن به آرمانها و هدفهایمان تشویق کرده و انگیزه مندتر می سازد. اما حرمت نفس کم و پایین اجازه رشد و شکوفایی و هدفمندی را از ما گرفته و دور می نماید. با حرمت نفس استوار و بالا بهتر از هر زمان دیگری می توانیم با دشواری ها و سختی های زندگی مقابله کنیم. همچنین قادر خواهیم بود که بعد از به زمین خوردن سریع تر از جای خود برخیزیم و از شکست های قبلی صرفا تجارب بیشتری بیاموزیم، نه اینکه با یادآوری و مرور خاطرات بد و اشتباهات و شکست هایمان بیهوده بر تن روح و روانمان خنجر زده و خود را بیازاریم. ما با حرمت نفس بالا می توانیم هدفمندتر و مصممتر عمل کرده و نه تنها در امور مالی، مادی و دنیوی موفق‌تر ظاهر شویم، بلکه افق‌های بسیار وسیع‌تری فراروی ما قرار گیرد. برای داشتن روابطی صادقانه، سازنده و سرشار از مهر و محبت، باز هم این حرمت نفس بالاست که میتواند ما را به چنین مدینه فاضله‌ای رهنمون کند و به سرزمین‌های علم و آگاهی و انصاف و مهربانی برساند. چرا که تنها با پایبندی به ارزش هاست که میتوان از تأثیر بدی ها و ناهنجاری های اجتماع کاست. اما اگر روابط میان افراد در اجتماع توأم با خصومت و دشمنی بوده و نسبت به یکدیگر بدون گذشت و تسامح باشد، باز هم این در نتیجه حرمت نفس پایین بوده که اجتماعات و جوامع را به چنین حال ترسناک و خشونت‌آمیزی رسانده و تمامی افراد را به تدریج دچار اضطراب و پریشان خاطری کرده است. نکته جالبی وجود دارد که اشاره به آن در اینجا خالی از لطف نیست. همان گونه که مشهور است، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. همیشه موجودات و حیوانات مشابه و همجنس همواره همراه و همپرواز یکدیگر بودند. در جامعه نیز پیوسته هر یک از افراد مثل و مانند خود را می جویند و می طلبند و همین گونه نیز کسانی که با حرمت نفس بالا هستند، افرادی همچون خود را جذب می کنند، در حالی که افراد با حرمت نفس بد و پایین نیز هم نوعان خود را جویا بوده و می طلبند. آیا میزان حرمت نفس در همه دوره های عمر به یک اندازه است؟ حرمت نفس همیشه به صورت یکسان و یک نواختی در زندگی پیش نمی رود، بلکه ممکن است در مراحل مختلف زندگی هر شخصی تغییر کرده و دچار دگرگونی شود. گاهی افراد به دلیل انتخاب‌های غلط و نادرست موجب پایین آوردن حرمت نفس خود می‌شوند. مثلا فردی حرمت نفس نسبتاً خوبی دارد، اما به خاطر تشخیص غلط وارد رابطه عاشقانه شده و می‌خواهد که آن را به سرعت جلو برده و به شخص مد نظرش نزدیک‌تر شود، بدون آنکه ابتدا تلاش کافی برای اطلاع یافتن از خصوصیات و گذشته او داشته باشد. اما پس از آنکه روابط صمیمانه ای ایجاد می کند، مثلا هنگامی که روابط دوستانه خود را عمیق‌تر کرده یا ازدواج می کند، تازه به خود می آید که از چه نکات مهمی غافل بوده است.
گاهی هم برعکس آن صدق می کند. افرادی با گرفتن تصمیم های بجا و خردمندانه موقعیت و شرایطی را برای خود به وجود می آورند که بر حرمت نفس خود می افزایند. مثلا انتخاب رشته مناسب، گزینش شغل و حرفه خوب. بدیهی است که هر کسی با چنین تصمیم‌های بجا و مناسبی می‌تواند سقف خانه زندگی‌اش را بر روی ستون‌های محکمی قرار داده و استوار سازد. در نتیجه از بابت کار و حرفه که یکی از دو ستون اصلی زندگی هر کسی است، خیالش آسوده شود. او با حرمت نفس بالایش می تواند در اندیشه ستون دیگر سقف خانه خود باشد که همانا ازدواج یا زندگی مشترک با فرد مناسب است. بدین ترتیب به دست آوردن شغل و حرفه مناسب، یافتن و گزینش همسر و شریک خوب برای زندگی، هر دو ستونهای اصلی زندگی هستند که افراد باید سقف زندگی خود را بر آن بنا کنند و اینگونه می توانند تا پایان عمر در مسیر زندگی سعادتمندانه ای رهسپار باشند. بنابراین معلوم می شود این گونه نیست که حرمت نفس انسان ها از آغاز تولد تا پایان عمر یک دست و یک نواخت عمل کند، چه بسا دیده می شود که افرادی در سنین کودکی یا نوجوانی حرمت نفس کافی و پسندیده‌ای دارند و می توانند با استفاده و بکارگیری نیروی خود توانمندی و خودسپاسی به نتایج و موقعیت‌های خوب و مناسبی دست یابند و از سوی دیگر هیچ تعجب برانگیز نیست که با کسانی مواجه شویم که در دوران کودکی و نوجوانی حرمت نفس بالایی داشتند اما به دلایل مختلفی در سنین جوانی و میانسالی حرمت نفس آنها تأثیرات منفی پذیرفته و دچار افت شده است، مثل زمانهایی که جامعه دچار بحرانهای اقتصادی می شود و سرمایه ها و مشاغل افراد را نیز تحت تأثیر منفی خود قرار می دهد، در حالی که این افراد در گزینش کار و شغل اشتباهی در محاسبات نخستین نداشتند. نمونه برعکس آن نیز کاملا امکان پذیر است، خصوصا درباره افرادی که در محیط نامناسبی رشد و پرورش می‌یابند. بدیهی است که چنین افرادی حرمت نفس پایینی در آغاز داشتند، اما پس از گذراندن دوران خردسالی و نوجوانی در اثر مطالعه یا برخورد با افراد سالم متوجه پایین بودن حرمت نفس خیش می شوند و از آن پس می کوشند که از راه های مختلف مثل استفاده از روان درمانگرها یا مطالعه کتاب ها و آثار موجود حرمت نفس خود را بالا برده و تعالی بخشند. هر کسی اگر گذشته خود را منصفانه بازنگری نماید، ممکن است با زمانها و برههایی از زندگیش برخورد کند که مثلا نمیخواست آنچرا که در پیرامون زندگی وی وجود دارد واقع بینانه مشاهده نماید. بدیهی است که چنین فردی به جای آن که بکوشد تا بر تجارب و آموخته هایش بیفزاید، عمدن و غیر مسئولانه خود را به حالی می اندازد که نه چیزی یاد بگیرد و نه تجربه‌ای بیندوزد، چه بسا زمانی که می توانست از حقش دفاع کرده و در برابر آن پایداری نماید اما بی هیچ دلیل موجهی از حق خود صرف نظر کرده است، یا به جای آن که هرچه زودتر خود را از شر رابطه‌ای مضر رها سازد، مدت‌های طولانی در گرفتاری‌ها و دردسرهای آن رابطه مانده است. گاهی می‌توان نمونه‌هایی را در زندگی یافت که سزاوارتر بود که آن شخص با بیان احساسات و ابراز عواطف خود به خواسته‌هایش نزدیک‌تر شود، ولی با سکوت بیجا و بیدلیلش اجازه داده است تا فرصت‌ها به آسانی از دست بروند. اگر بخواهیم عبارتی مختصر و خلاصه از حرمت نفس پایین را بیان کنیم، باید بگوییم حرمت نفس پایین مساوی است با خود را نالایق و ناشایست انگاشتن. آیا ممکن است که حرمت نفس بالا برای انسان زیانی داشته باشد؟
احتمال دارد که این سوال در ذهن برخی افراد به وجود آید که آیا ممکن است کسی حرمت نفسش زیادی بالا باشد؟ در پاسخ می توان گفت که این پرسش همانند آن است که از خود بپرسیم آیا می شود سیستم ایمنی بدن ما زیادی سالم باشد؟ یا آیا ممکن است کسی خیلی زیادی حالش خوب باشد؟ چه بسا ممکن است افرادی که مغرور و متکبر هستند با افرادی که حرمت نفس بالایی دارند اشتباه گرفته شوند و برخی آنها را افرادی با حرمت نفس عالی تصور کنند، در حالی که نخوت و غرور و تکبر دقیقاً نشانه حرمت نفس پایین است، چرا که هرگز حرمت نفس بالا سبب نمی شود که کسی خود را برتر از دیگران بداند، زیرا این گونه افراد هم خود را خوب و دوست داشتنی می دانند و هم دیگران را. معمولاً افرادی با حرمت نفس پایین در مجالسی که افرادی با حرمت نفس بالا حضور دارند خیلی معذب بوده و احساس راحتی نمی کنند. حقیقت این است که افراد موفق و دارای حرمت نفس بالا همواره زیر نظر عموم مردم قرار داشته و در بسیاری مواقع نیز آماج دشمنی حاسدان قرار می گیرند، مانند حسدورزی افراد ناموفق و ناکام نسبت به افراد موفق و کامیاب. شایان ذکر است که نداشتن حرمت نفس بالا لزوماً به معنی آن نیست که نمی توان در زندگی به هیچ گونه موفقیتی دست یافت، بلکه بسیار پیش آمده است افرادی در میان ما بودند که به علت داشتن انگیزه و استعداد فوق‌العاده توانستند به موفقیت‌های چشمگیر و قابل توجهی برسند. اما جالب است که حتی در آن هنگام نیز این گونه افراد در ضمیر خود احساس می کنند که آنها هرگز شایسته احراز و دستیابی به آن جایگاه و مقام نبودند. نشانه های حرمت نفس در ظاهر افراد چگونه است؟ جالب است بدانیم که رفتار و ظاهر افراد نیز می تواند نشان دهنده بالا یا پایین بودن حرمت نفس در آنها باشد. یعنی با ترتیب چند نکته در کنار یکدیگر می توان پی برد که شخصی حرمت نفس بالا یا پایینی دارد. چهره، رفتار، نحوه سخن گفتن و حرکات بدن، احساس شادی و نشاط، گذشت و تسامح، صداقت و وفاداری به عهد و پیمان در روابط نزدیک و صمیمی، ظرفیت و آمادگی در دوست داشتن و پذیرای عشق دیگران بودن، انتقاد پذیری و تلاش برای رفع اشکالات و اشتباهات. کتاب بهترین غذا برای فکر و توشه‌ای برای سفر معنوی. همه اینها از نشانه ها و علائمی هستند که وقتی یک یا چند علامت از آنها در کسی پدیدار شود می توان مقدار حرمت نفس را در آن افراد تشخیص داد که آیا فرد مورد نظر حرمت نفس بالا یا پایینی دارد. از دیگر نشانه ها و نمودهای کسی که حرمت نفس خوب و بالایی دارد می توان به نکات جالب و مهم دیگری نیز اشاره کرد. به طور مثال، معمولاً کلام و سخن و چهره این گونه افراد از طراوت و شادابی خوبی برخوردار است، آنچنان که می تواند بر افراد پیرامون خود اثرگذار باشد. یعنی به خوبی می توان هماهنگی و ارتباط میان آنچه را که می گوید و هر آنچه را که انجام می دهد مشاهده کرد که تا چه اندازه از هماهنگی و ارتباط منطقی و درستی برخوردار است. در نگاه و رفتارش به خوبی متانت و وقار پیداست که نشان دهنده حرمت نفس بالا در وی خواهد بود. به ندرت ممکن است چنین افرادی را در حال ترس و اضطراب و نگرانی یافت
چرا که بر این امر واقف هستند که اصولاً انسان موجودی ناکامل، ناقص و خطاپذیر است. پس دیگر لزومی ندارد که نگران و مضطرب خطاها و اشتباهات در آینده باشد. چون این کسی با خود و حقایق و واقعیت‌های زندگیش در جنگ و ستیز نیست، چه بسا در اغلب اوقات نیز از آرامش و آسودگی زیادی برخوردار است و در رویارویی با چالش‌ها و مسائل زندگی به خوبی آنها را مدیریت می‌کند و اساساً با ثبات قدم بر می‌دارد، زیرا او می‌داند که شکست‌ها و ناکامی‌ها نردبان رسیدن به موفقیت‌های بعدی هستند. چون این فردی هرگز در مقابل ترس و نگرانی ها تسلیم نمی شود، بلکه در صدد مدیریت و اداره آنها برمی آید. این گونه افراد واهمه ای از ابراز وجود در مقابل دیگران ندارند و چون به ذهن و توانایی های خود ایمان و باور کافی دارند، می توانند نسبت به مسائل و مشکلات پیش آمده واکنش درخور و شایسته ای از خود نشان دهند. از نکات دیگری که می توان در افراد با حرمت نفس بالا یافت این است که معمولاً آنها چشمانی آرام و نافذ، چهره‌ای روشن و پوستی لطیف و شاداب دارند. دستانشان به آرامی در کنارشان قرار گرفته و صاف قامت و استوار به نظر می رسند و در هنگام راه رفتن از وقار، متانت و حالت مصمم خاصی برخوردارند. نقش حرمت نفس در روابط عاطفی و عاشقانه. اگر ما عشق را درون خود یافته و در جهت رشد و نمو و پرورش آن کوشیده و طعمش را چشیده باشیم، تنها در آن صورت است که ما نیز برای عرضه به دیگران چیزی داریم به نام عشق. یعنی هم می توانیم به کسان دیگر عشق بدهیم و از آنها نیز عشق بپذیریم. اما اگر همواره در جهت انکار خوبی‌ها و توانایی‌های خود بوده و نسبت به خیشتن متنفر و بیزار باشیم، دیگر چیزی برای داد و ستد عاشقانه با کسی برای من باقی نخواهد ماند، چرا که رضایتمندی یا ناراضی بودن دیگران نسبت به ما برای من مهمتر از پذیرفتن وجود افراد است. یعنی قبول کردن افراد همان گونه که هستند، نه آنطور که ما می‌خواهیم. این گونه است که ما افراد را تنها از آن جهت ارزیابی می‌کنیم که اصولاً آنها چه فایده‌ای برای ما دارند. دیگر جستجوگر کسانی نخواهیم بود که ستایشگر و شکرگزار جلوه‌های زیبای عشق و زندگی باشند، زیرا که به قدرت عشق ورزی فرصت شکوفایی و ارزندام نداده ایم. اگر ما نتوانیم عشق را به کسی عرضه کنیم، چگونه می توانیم از دیگران انتظار داشته باشیم چون این عشقی به ما بورزند؟ یا اگر ما خودمان را باور نداشته باشیم، چگونه قادر خواهیم بود که درخت عشق ورزی و عشق پذیری و دوست داشتن را در وجود خیش بکاریم؟ بدیهی است که وقتی به علت پایین بودن حرمت نفس، عشق مجالی برای رشد و نمو در ما پیدا نکرده باشد، چه بسا سرنوشت نیز زندگانی دردآوری برای من رقم بزند. مثلا در نتیجه پایین بودن حرمت نفس، کسی را به عنوان همسر برگزینیم که به احتمال زیاد در آینده ما را ترک کند، زیرا که پایه و مایه لازم در عشق ورزی و عشق پذیری به اندازه کافی در ما وجود نداشته است. حتی اگر ما بتوانیم به طور اتفاقی همسری پیدا کنیم که حرمت نفس بالا و توانایی عشق ورزی و عشق پذیری داشته باشد، این ما خواهیم بود که به علت پایین بودن حرمت نفس با درخواست‌های نابخردانه و بیجای خود یا بزرگ نمایی مشکلات کوچک از کاهی کوهی می‌سازیم و آن رابطه را نهایتاً به بن‌بست می‌کشانیم. گاهی نیز ممکن است تلاش کنیم با سلطه‌جویی خود بر همسرمان سرانجام او را به سطوح آورده و راهی بجز جنگ و جدایی
باقی نگذاریم. علت ناتوانی در ایجاد روابط عاطفی و عاشقانه و نداشتن عملکرد خوب و درست در این گونه ارتباطات چیست؟ بدترین و بزرگترین مشکل و مانعی که میتواند بر سر ایجاد یک رابطه عاطفی و عاشقانه خوب قرار گیرد این است که کسی به این باور و یقین رسیده باشد که او نه تنها لایق دوست داشتن از طرف افراد دیگر نیست، بلکه جدن بر این اعتقاد باشد که پایان سرنوشت او از قبل رقم خورده است که در تنهایی و سختی خواهد زیست و روزگار را به تنخی به سرانجام خواهد رساند. مسلم است که اگر ما به اندازه کافی خود را دوست نداشته باشیم، در واقع نمی توانیم برای دوست داشتن و عشق ورزی با دیگران سهیم شویم، یعنی نمی توانیم به کسی عشق بدهیم و نه از کسی عشق را پذیرا باشیم. واضح است که اگر من پیوسته در حال جنگ و ستیز با خود باشم، جز نفرت و تفرقه و پراکندگی دیگر چیزی برای سهیم شدن با دوستان، یاران و اطرافیان برایم باقی نخواهد ماند تا با آنها سهیم شوم. باید به یاد داشته باشیم که اگر قدرت و نیروی دوست داشتن و دوست داشته شدن در ما رشد کافی نیافته باشد، تنها در جستجوی اشخاص و افرادی خواهیم بود که بتوانیم از آنها برای رفع نیازهایمان استفاده یا حتی سوء استفاده کنیم. یعنی ما اصولاً کسی را به خاطر انسانیتش شایسته دوست داشتن نمی دانیم و او را فقط به جهت استفاده برای برطرف کردن مشکلات خود ارزشمند می شماریم و به کار می گیریم. چنانچه حرمت نفس ما پایین باشد، فقط در پی یافتن افرادی خواهیم بود که از ما پایین تر بوده و با ما چیزی برای به چالش کشیدن نداشته باشند. این گونه است که به تدریج متوجه می شویم نمی توانیم روابطی همراه با شوق، عشق و هیجان با کسی داشته باشیم، زیرا ظرفیت ما برای دوست داشتن و دوست داشته شدن پرورش پیدا نکرده است. این جمله برای خیلی ها آشناست که می گویند اگر خودت را دوست نداشته باشی، نمی توانی فرد دیگری را دوست داشته باشی. در این مطلب سخنی ناگفته و پنهان وجود دارد. در حقیقت یک سوی دیگر این ماجرا این است که اگر من خود را دوست نداشته باشم، پس چگونه انتظار داشته باشم کسی مرا دوست داشتنی بداند؟ اگر من نتوانم خود را دوست بدارم و با خویش کنارایم و وجود خودم را پذیرا باشم، پس چگونه از دیگران انتظار پذیرفتن عشق خویش را داشته باشم؟ اگر من خود را موجودی دوست داشتنی نشناسم و ندانم، اساساً برایم سخت است بپذیرم کسی مرا دوست بدارد یا اصلاً نمیتوانم عشق دیگری به خود را باور کنم. این گونه است که ما به تدریج میکوشیم روابط عاشقانه مختلفی را امتحان کنیم که هر کدام از این رابطه ها یکی پس از دیگری منجر به شکست و ناکامی میشوند. چون در ناخودآگاه ما این مفهوم همیشه تداعی می شود که سرنوشت من در تنهایی و درد و سختی رقم خورده است. در این صورت واضح است که ما در صدد ایجاد رابطه عاشقانه‌ای برخواهیم آمد که در نهایت همسر یا شریک زندگی ما را ترک خواهد کرد، حتی اگر به صورت اتفاقی فرد خوب و مناسبی بر سر راه ما قرار گیرد که بتواند ضامن خوشبختی ما باشد، به ناگاه دست به رفتار و اعمالی میزنیم که وادارش کنیم ما را ترک کند، مثلا خود را مالک و ارباب او پنداشته و مدام به او امر و نهی میکنیم.
از مسائل کوچک و بی‌ارزش مشکلاتی بزرگ و مهم ساخته و از کاهی کوه می‌سازیم و به هر شکلی سر ناسازگاری گذاشته و در نهایت او را از خود می‌رانیم قبل از اینکه او بخواهد اقدام به ترک ما کند. اگر کسی مرا عاشقانه دوست بدارد برایم کافی نیست، بلکه کسی باید مرا دوست بدارد که بتواند نهایتاً عشقم را انکار کرده و مرا به خود واگذارده و برود. وقتی ما خواسته یا ناخواسته به دنبال یافتن چنین افرادی هستیم، به خوبی روشن می شود که حرمت نفس در ما تا به چه اندازه اندک و پایین است که ما را آگاهانه یا ناآگاهانه به چنین مسیری سوق داده است. این گونه نیست که وقتی ما از حرمت نفس کم و پایینی برخوردار باشیم، روابط ما با همسر یا شریک زندگیمان لزوماً به جدایی و طلاق بیانجامد، بلکه در بسیاری اوقات متاسفانه ما تن به زندگی مشترکی می دهیم که هیچ گونه رضایت، هیجان و عشقی در آن برایمان وجود ندارد، ولی نه حاضریم برای بهبودش تلاشی بکنیم و نه قدرت تمام کردن و جدا شدن را داریم. جایگاه حرمت نفس در روابط کاری. تحولات و دگرگونی هایی که طی چند دهه گذشته در جهان پدید آمده، منجر به گرد آمدن کشورها در یک دهکده جهانی شده است. از جمله ویژگی های مهم این نظم نوین جهانی، از یک سو بالا رفتن رقابت میان جویندگان کار و از سوی دیگر تلاش مؤسسه های اقتصادی بین المللی و زنجیره‌ای برای بکارگیری افراد مستعد و توانا خواهد بود. بدیهی است که در چنین جهان پیچیده و پرتلاطمی کسب موفقیت‌های کاری و مالی آسان به نظر نرسد و در اینجاست که ارزش برخورداری از حرمت نفس بالا برایمان روشن‌تر می‌شود. اکنون مردم جهان در برهه و مقطعی از تاریخ و زمان قرار گرفتند که داشتن حرمت نفس بالا صرفاً یک مسئله روانشناختی در امور بشری نیست، بلکه ضرورتی است اجتناب ناپذیر برای کسانی که می‌خواهند شغل و زندگی مناسب و بهتری داشته باشند و قادر باشند که با نیروی علم و دانش به موفقیت‌های بیشتری دست یابند. بنابراین به دست آوردن دانش و مهارت‌های ویژه لازم و ضروری است که می‌بایست در تمامی سطوح مد نظر افراد قرار گیرد. از این جهت نیاز به آموزش و فراگیری از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا هر کس قادر باشد به فراخور توان و استعدادی که دارد در این بازار آشفته و پر رقابت کاری جای مناسب خود را به دست آورد. چه کارهای ساده، چه مشاغل حساس و پیچیده و چه مدیریت در سطوح بالای جامعه، همگی نیازمند آموزش و فراگیری مهارت‌های بیشتر هستند. شرکت‌های تجاری، مؤسسات اقتصادی و کارخانجات صنعتی امروز وابسته و نیازمند به دانش‌هایی هستند که روز به روز در حال پیشرفت و تحولند. در جهانی چنین در حال پیشرفت و دگرگونی، داشتن حرمت نفس بالا دیگر یک مسئله پیش پا افتاده و معمولی نیست که بتوان بی تفاوت از کنار آن گذشت، بلکه بدون داشتن حرمت نفس بالا، به دست آوردن کار مناسب و زندگی سعادتمندانه امکان پذیر نیست. تلاش برای شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل و نیروهای پرورش نیافته در افراد، داشتن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، برنامه ریزی خوب و مناسب و پیگیری فعالانه برای رسیدن به اهداف مزبور، مثبت اندیشی و امیدواری برای حل مسائل پیش آمده، همه و همه از نمونه هایی هستند که در سایه حرمت نفس بالا به دست می آیند.
مؤسسات دانش بنیان، صنعتی و تجاری امروزه در پی استخدام و بکارگیری افرادی هستند که از حرمت نفس بالایی برخوردار باشند تا در این بازار سخت و رقابتی جهانی با اتکا به حرمت نفس بالای خود بتوانند از پس موانع و مشکلات فنی و تکنیکی آسان‌تر برآیند. تأثیر حرمت نفس بالا تنها در مسائل مادی خلاصه نمی شود. امروزه کسانی که حرمت نفس بالایی دارند از این امتیاز خود سودهای فراوان دیگری نیز کسب می کنند. بدیهی است افرادی که حرمت نفس بالایی دارند می توانند درک بهتر و سریع‌تری از گفتمانهایی همچون جهانبینی انسانی و علمی داشته باشند. دیدگاه‌هایی همچون پوچ و بی‌اعتبار دانستن خرافاتی که مانع داشتن یک زندگی سعادتمندانه می‌شود. یعنی هر گونه جهان‌بینی و نظری که برخلاف اصول علمی و انسانی است، جایگاهی در زندگی یک انسان فرهیخته ندارد. اجتناب و دوری گزینی از گروه ها و باورهایی که انسان ها را به استثمار و استعمار خود می کشانند. یعنی افرادی که حرمت نفس خوبی دارند هرگز تن به سرسپردگی باورها و گروه هایی نمی دهند که از مردم برای رسیدن به اهداف مادی و سیاسی خود سوء استفاده می کنند. همه اینها نکته هایی هستند که انسان می تواند آنها را در زندگی خود آزادانه انتخاب کند یا انتخاب نکند، زیرا که او تنها موجودی است که حق آزادی انتخاب دارد تا هرچه را که برایش سودمندتر است برگزیده و در صدر اولویت های خیش قرار دهد، یا آزادانه انتخاب کند که خود را در اختیار باورها و گروه‌های سوء استفاده‌گر قرار دهد. در اینجاست که باز نقش مهم داشتن حرمت نفس بالا روشن‌تر می‌شود، چرا که اشخاصی که حرمت نفس بالایی دارند بهتر می‌توانند از حق آزادی خود بهره برده و مسیرهای بهتری را برگزینند که آنها را در جهت موفقیت و سعادت رهنمون باشد. هر کس که حرمت نفس بالایی دارد می‌داند که تنها باید بر روی توان و امکانات خود اتکا داشته باشد، چرا که فریاد رسی جز خود او برایش وجود ندارد. پس بیشتر می کوشد تا بهتر بداند که کیست و مهمترین اولویت های زندگیش کدام است. او موجودی است که مسئولیت اشتباهات خود را می پذیرد و با واقع بینی تمامی امکاناتش را به کار می گیرد و می داند که تنها باید بر امکانات خودش تکیه کند. حق آزادی انتخاب که در حدود و امکانات بشر وجود دارد به او این فرصت را می دهد که در امور بسیار مهمی از زندگی خود بهترین انتخاب ها را داشته باشد. نمونه هایی همچون انتخاب جلوگیری از فروغلطیدن در یک ازدواج نامناسب و غلط، گزینش برخورداری از داشتن آموزش خوب و یادگیری مهارت‌های ویژه برای کسب موقعیت‌ها و مشاغل بهتر اجتماعی، برگزیدن سبک و شیوهی مناسب برای اداره زندگی روزمره خود و خانواده. اینها همه مواهبی هستند که تنها نصیب کسانی می‌شود که حرمت نفس بالا و خوبی داشته باشند. استراب شادی یا شادی هراسی. استرابی که در اثر شادی و خوشی زیاد به وجود می آید مشکل و مسئله ای رایج برای بسیاری از مردم است. هراس از شادی و خوشنودی. با حرمت نفس پایین ما همیشه در درون خود ترس و هراس عجیبی نسبت به شادی و خوشحالی خود داریم.
چه بسیار مواقعی در زندگی هر کدام از ما وجود داشت که لحظات و ساعات آن پر از شادی، خوشی و رضایت بوده است، اما بدون هیچ دلیل خاصی ما نگران آن می شدیم که نکند این لحظات و شادی ما ناگهان خاتمه یافته و به غم و اندوه تبدیل شود. مثلا حتی در همین دوران اخیر نیز هر وقت در محفلی برای افراد فرصتی پیش می آمد که چند ساعتی را با دوستان به شادی و خنده بگذرانند، به ناگاه یکی از آنها می گفت خدا کند خنده خیری باشد. چرا که در طول تاریخ بشر افراد همواره نگران آن بودند که به زودی خنده هایشان به گریه های تلخ و غم‌انگیزی مبدل خواهد شد. همه اینها به این دلیل است که یک صدای درونی بی‌رحمانه‌ای پیوسته در وجودمان ندا سر می‌داده که ما شایستگی شادی و خوشنودی و خوشحالی را نداریم و این شادی و نشاط دیری نخواهد پایید و ما به زودی در چاه مشکلات فرو خواهیم غلطید. به یاد می آوریم که نه تنها پدر و مادر ما هرگز رنگ شادی را ندیدند، بلکه شادی و نشاط فقط یک رویا و آرزوی دور از دسترس برایشان بوده است که دائما انتظار داشتنش را در سر می پروراندند. کسی که حرمت نفس ضعیفی دارد، حتی اگر همسر یا شریک زندگیش تلاش کند که لحظات شاد و خوبی برایش فراهم آورد، صدایی شوم پیوسته درون او را می آزارد و در وجودش تنین انداز می شود و اضطراب او را فرا می گیرد و شخص احساس می کند که این لحظات خوش به زودی به پایان می رسد و جای آن را غم و نگرانی می گیرد. چند مثال و نمونه دیگر برای اضطراب شادی یا شادی هراسی. هرگاه کسی از حرمت نفس کافی برخوردار نباشد، حتی اگر بتواند رابطه عاشقانه خوبی با کسی برقرار نماید، چه بسا که همواره تنین صدایی درون او را می آزارد که من شایسته شادی و خوشی نیستم و مطمئنم که این شادی و اوقات خوش هم به زودی به پایان خواهد رسید. اصلاً مگر پدر و مادر من زندگی شاد و خوبی داشتند که من انتظار داشته باشم چنین زندگی نصیبم شود؟ مگر شادی و روزگار خوب و خوش در این دنیا برای کسی ماندگار بوده است که برای من بماند؟ پس چگونه من خود را لایق داشتن چنین زندگی خوش و مفرحی بدانم؟ با توجه به مطالب گفته شده، آنچه که همه ما نیازمندیم در رشد و پرورش آن کوشا باشیم، این است که ظرفیت و تحمل داشتن زندگی شاد و خوب را در خود افزایش دهیم، به جای آن که دائم در این ظن و گمان باشیم که این شادی ها و کامیابی ها موقتی و زود گذر هستند و خیلی زود به غم و بدبختی تبدیل خواهند شد، یقین حاصل کنیم که این زندگی خوب و شاد نه تنها خیلی زود پایان نمی یابد، بلکه ادامه نیز خواهد یافت. وقتی که حرمت نفس ما کم و پایین باشد، ناگزیر همواره با نداها و نجواهای منفی درونی سر و کار خواهیم داشت که پیوسته در ذهنمان تداعی و تنین انداز می شوند که ما لایق هیچ گونه رابطه عاشقانه و زندگی همراه با شادی و خوشنودی و سعادتمندانه‌ای نیستیم. البته راه چاره گریز از مطرح شدن این سوالات در ذهن ما نیست، بلکه میبایست هر وقت این گونه مفاهیم و معانی مایوس کننده در ضمیر ما تنین انداز شدند، بکوشیم که بدون ترس و واهمه این پرسش های به میان آمده را پاسخی شایسته و درخور دهیم تا سرانجام در ضمیر و نهانخانه وجود خیش متقاعد شویم که دلیلی برای نابودی و به پایان رسیدن شادی و سعادت ما وجود ندارد تا نگران از بین رفتن آنها باشیم. پس لزومی ندارد که لحظات خوش اکنونمان را با منفی اندیشی بی پایه و بی اساس به لحظات تلخ و غم‌انگیزی مبدل سازیم. داشتن نگاه کالایی یا انسانی به افراد.
تحقیقات جامعه شناختی و انسان شناختی به ما نشان می دهد از زمانی که موجود انسانی در گروه های کوچک و بزرگ اجتماع یافتند، چون گروه هایی که در میان جنگل ها یا درون غارها می زیستند و چه دسته هایی که در قالب قبیله و عشیره کوچنشین و در حال حرکت بوده اند، اسارت و به بردگی کشاندن انسان های ضعیف و فرود است بخشی از تاریخ بشریت بوده است. صد درد و دریغ که امروز نیز حتی با وجود ممنوعیت جهانی بردهداری و برده فروشی، به بند کشیدن و اسارت انسانها به انواع و اشکال دیگری ادامه یافته است، چه در سیستم‌های سرمایه‌داری و چه در رژیم‌های کمونیستی نیز برده کشی از انسانهای ضعیف‌تر به گونه‌های دیگری ادامه یافته است. امروز نیز به دنبال همان رسم بردهداری سابق، هنوز در جوامع بسیاری در امر ازدواج میان دو انسان زن و مرد حال و هوای بردهداری موج می‌زند و مشام آزادگان را می‌آزارد. چون جوامعی که تحت عنوان مهریه بر سر تعداد سکه ها و مقدار پول چانه‌زنی می کنند و چه آنجایی که برای محک زدن مردان مقدار درآمد، ثروت و تعداد املاک او معیار و ملاک محسوب می شود. اینها همه یادگار و باقی مانده همان دوران شوم و نحس بردهداری و بردهکشی است. روشن است که با چنین رسم و رسومی اخلاق و انسانیت افراد کمترین اهمیت را داشته باشد. بدین گونه باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که ما همچنان به خیشتن همانند کالا و شی می نگریم. کوتاهی و بلندی قد افراد، زیبایی و نازیبایی مردان و زنان، پیری و جوانی مردمان، ثروتمندی و امکانات مالی افراد، اینها همچنان محک و مقیاسی برای قضاوت و داوری ما از دیگران است که نشانگر عمق و ژرفنای فاجعه انسانی است، چرا که انسانیت افراد در قضاوت و داوری ما کمترین جایی ندارد. بدین ترتیب هر فردی در نگاه ما بها و قیمت خاص دارد، دقیقاً مانند نرخ خرید و فروش کالا در بازار که هر کالایی قدر و قیمت خود را دارد. اگر یک کالایی نو و تازه باشد خیلی گرانتر و اگر کهنه و فرسوده باشد ارزانتر معامله می شود. با چنین جهانبینی ویرانگری به جای اینکه هدف اصلی انسان باشد، او صرفاً یک وسیله و ابزار محسوب می شود. درست مانند اتومبیلی که نوع گرانتر آن پرسرعتر و بزرگتر است و مدل ارزانتر آن کوچکتر و کم قدرتتر. با داشتن نگاه کالایی به افراد، انسانها صرفاً یک وسیله و ابزار برای استفاده و رسیدن به هدف به شمار می آیند، همچون اتومبیلی که ما را به این سو و آن سو می رساند، در حالی که منظور اصلی انسانیت افراد بوده است تا در مسیر تعالی و والایش حرکت نماید. به جای آن می‌بینیم که انسان تبدیل به یک وسیله و کالا شده است. جالب‌تر این است که خود ما نیز به موضوع دامن زده و به افرادی تبدیل شده ایم که همواره در حال اندازه‌گیری خود و دیگران هستیم. شاید این تجربه برای بعضی از ما پیش آمده باشد که در مراسمی به عنوان یک میهمان شرکت کرده و در جایی از محفل نشسته باشیم. هر کسی که از در وارد می شود، ما می خواهیم که به اون نمره بدهیم. مثلا به کسی که نازیباتر و فقیرتر به نظر می رسد، نمره پایینی می دهیم و به کسی که ظاهر خوب، آراسته و شیک پوشی دارد، نمره 20 می دهیم. هر کسی که با اتومبیل گرانتر، پوشش فاخرتر و آرایش زیباتری وارد شود، نمره بالاتری می گیرد و کسانی که لباسشان قدیمیتر، آرایششان کمتر و اتومبیلشان ارزانتر است، نمره کمتری از ما دریافت خواهند کرد. Thank you.
البته جای تعجب ندارد اگر دیگران نیز نسبت به ما چنین نگاهی داشته باشند و همان رفتار را نسبت به ما روا بدارند، به گونه ای که هر بار در مراسمی شرکت می کنیم آنها نیز برای ما نمره رد یا قبولی قائل هستند، یک بار 10 و دفعه دیگر 20 می دهند. بستگی به آن دارد که وضع ظاهری من چگونه باشد. خبر بد این است که وقتی ما چنین نگاه ابزاری به دیگران داریم، بدین معنی است که خود را نیز به شکل شیء و کالا می بینیم. با چنین ذهنیتی هر چقدر سنمان بالاتر می رود، با پیدا شدن اولین چین و چروک در چهره و سپید شدن موهایمان، خود را همچون کالایی می انگاریم که دائما از قیمتش در بازار کاسته می شود و از سکه می افتد. اساسا انسان احساس زیبا طلبانه ای دارد و پیوسته در جستجوی زیبایی بیشتری برای خود می گردد. این از صفات و ویژگی‌های خوب انسانی است که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد. اشکال از آن جای آغاز می‌شود که به جای احساس خوب انسانی، زیبایی و آراستگی برایمان به یک هدف تبدیل می‌شود، تا جایی که حاضر می‌شویم با پرداخت هر بهای گران و تحمل درد و ناراحتی بسیار، حتی به طور مصنوعی و موقت هم که شده، به زیبایی و آراستگی خود بیفزاییم تا در بازار قضاوت مردم قدر و قیمت بیشتری پیدا کنیم و گوی سبقت را از دیگران برباییم. در این راستا تا جایی پیش می رویم که از بیشتر جنبه های زندگی خود صرف نظر کرده و حتی تن به جراحی های غیر ضروری می دهیم. همه این تلاش ها صرفاً به خاطر این است که در بازار نگاه و قضاوت دیگران جایی برای خود دست و پا کرده و در مسابقه و رقابت خودفروشی بازنده نشویم. در صورتی که اگر کسی فقط در صدد ارضای احساس زیبا دوستی خود باشد، برایش اهمیتی ندارد که نگاه دیگران درباره او چگونه است. وقتی فردی می‌خواهد نظر دیگران را درباره پوشش و آرایش خود بداند، معلوم است که دیگر صرفاً در پی ارضای احساس زیبا دوستی نبوده است. اینکه فردی حاضر می شود به هر نوع سختی تن در دهد فقط برای آنکه نظر تاییدی و مثبت دیگران را برای خود جلب نماید، تا مبادا کسانی در اطرافش نگاه و داوری منفی و بدی دربارش داشته باشند، حاکی از این خبر بد است که حرمت نفس در وجود چنین شخصی بسیار تضعیف شده و در آستانه نابودی قرار دارد. تحقیقات و بررسی‌های جامعه شناختی نشان می‌دهد که نظر مثبت یا منفی مردم درباره ما در بیش از 98% اوقات خالی از هر گونه تأثیر در زندگی شخصی ماست و در واقع این خود ما هستیم که داوری و نگاه مردم درباره خود را آنقدر در ذهنمان بزرگ جلوه می دهیم تا زندگی و حیاتمان را به جاده نابودی و ویرانی می کشانیم. تلخترین مثالی که در این باره می شود آورد این است که اگر در میان قوم و گروهی فردی جانش را از دست بدهد، صرفاً برای چند روز زمان کوتاهی از وقت و زندگی افراد پیرامونش را تحت تأثیر قرار داده و آنها به یاد او سوگوار خواهند بود، اما دیری نخواهد پایید که به طور کلی مرگ او به فراموشی سپرده می شود. اکنون که می‌بینیم حتی زندگی و مرگ فردی برای اطرافیان ما اینقدر کم اهمیت و ارزش است، پس چگونه به خودمان اجازه می‌دهیم که برای داوری‌های کسانی که بیشتر از چند ساعت به مرگ افراد بهانه می‌دهند به هر سختی و مذلتی تن بدهیم که نظر و قضاوت مثبت آنها را درباره خود جلب کنیم؟ چون این انسانی حاضر است دست به هر کار و کوششی بزند تا فقط و فقط از دیگران بخواهد او را خوب و دوست داشتنی ببینند.
از کسانی می خواهد او را خوب و دوست داشتنی بپندارن که حتی برای مرگ او احیاناً حاضر نیستند که بیشتر از چند ساعتی از ذهن و زندگی خود را به او اختصاص دهند. خوب است که دوباره یادآوری نماییم که در بیش از 98% اوقات داوری و نگاه مردم به زندگی ما کمترین اثری در زندگی ما ندارد. بنابراین چه بسیار جای افسوس دارد که ما بخواهیم سخن و نظر منفی دیگران را تبدیل به خنجری کنیم که هر لحظه با دست خود در قلب خود فرو بریم. بیان که درد و اندوه ما برای افراد یاوگو و منفی نگر کمترین اثری داشته باشد، آن افراد بدگو و بدتینت حتی لحظه ای از درد و اندوه ما با خبر نمی شوند. انسانی که در زندگی اجتماعی نگاه و داوری مردم برایش بالاترین اولویت را دارد، هرگز نمی تواند از خود موجودی بهتر و برتر بسازد، زیرا انرژی و وقتی را که او باید صرف خودسازی نماید تا باعث رشد و پیشرفتش در زندگی شود، همه را به تمامی صرف جلب رضایت و خرسندی مردم می سازد و لذا دیگر زمانی برایش باقی نمی ماند تا برای خوشحالی و خرسندی خود هزینه کند. کسی که سالها وقت و انرژی خود را برای راضی کردن دیگران به کار می برد، چون امکان ندارد رضایتمندی و خوشحالی مردم را به طور کامل فراهم سازد، پس از سالها کوشش در خواهد یافت که چون نتوانسته تمام خواسته های دیگران را برآورده سازد، در نزد همان افراد تازه بدهکار هم می شود. به جای اینکه نظر و قضاوت مثبتی از او داشته باشند، اینک در نگاه و داوری همان مردمی که بارها به آنان خدمت نموده بود، بد و منفور جلوه می نماید. با این حساب روشن می شود که ما باید صرفاً بر پایه اصول اخلاقی و انسانی، مسئولیت پذیری و خردورزی، کار خوب خودمان را انجام دهیم و امید داشته باشیم که دیگران نیز از کار خوب ما خوشنود و راضی باشند. اگر هم دیگران از کار درست ما خوشنود نبودند، باید به خود یادآور شویم که ما تنها قرار است کار خوب خودمان را انجام دهیم. چنانچه کسی یا کسانی از کار درست ما خوششان نیامد، این مشکل آنهاست. نکته جالب این است که وقتی ما فقط کار خوب خود را انجام می دهیم و با نگاه و قضاوت دیگران کاری نداشته باشیم، این پیام به آنها القا می شود که قضاوت ایشان برای ما کمترین اهمیتی ندارد. بدین ترتیب آنها نیز دست از سر ما برداشته و به کار خود مشغول می شوند. بعد به روزی که دیگران بدانند سخن و نظر و داوری آنها در ما اثر بد و منفی دارد و باعث رنجش و آزار ما می شود، در این صورت آنها نیز مدام می کوشند که در همه امور اظهار نظر کرده و با کار و سخن خود ما را مدام بیازارند و شکنجه دهند. نکته بسیار مهم این است که آنهایی که با بدگویی و دروغگویی زندگی ما را تلخ و رنج‌آور می کنند، خودشان کسانی هستند که بیشک همگی بیمار ذهنی و افرادی نالایق و بی‌ارزش هستند. زیرا اگر ایشان اشخاصی فرهیخته و اخلاق مدار بودند، هرگز وقت و انرژی خود را صرف گفتن سخنان پوچ و بیهوده و داوری‌های غیر منصفانه درباره زندگی ما نمی کردند. اکنون آیا واقعاً ارزش دارد که ما به دست خود وقت، انرژی، حال و زندگی خود را در معرض نظر و سخنان چنین افراد بدتینت و بدگویی قرار دهیم تا آن را به ویرانی بکشانند؟ هر چقدر که حرمت نفس ما ضعیف‌تر و شکننده‌تر باشد، سخن و داوری دیگران درباره ما اثرگذارتر و ویرانگرتر خواهد بود. برای کسی که می‌خواهد حرمت نفس بالایی داشته باشد تا بر اساس آن زندگی خوب و ارزشمندی برای خیشتن رقم زند، باید این راهکار را پیش گیرد. ما کار خوب، خردمندانه و اخلاقی خود را انجام می دهیم.
امیدواریم که دیگران نیز با این کار خوب ما راحت و آسوده باشند. اگر هم کسی نظر و داوری بد و منفی درباره کارهای ما دارد، از این بابت متاسفیم و امیدواریم که آنها نیز به انجام کارهای خردمندانه و اخلاقی روی آورند. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.